د جمعیت ګوند مشر عطا محمد نور یو نیم ساعته ویډیو خپره کړې چې پکې د تیر شل کلنې داوریا وروستۍ ورځو په تړاو چې واک پکې طالبانو واخیست غږېدلی دی. نوموړي ویلي بهرنیان د خپلو ګټو لپاره راغلي وو او هدف ته په رسېدو عجولانه او غیر مسؤلانه ووتل. با برنامه های استعمار گرایانه و منافع ملی خودشان وارد افغانستان شده بودن و اهدافی را که در منطقه آسیا، آسیا مرکزی و آسیا جنوبی داشتن راه انداختن و پیش بردن. زمانی که منافعشان در افغانستان ختم شد، البته قسمی که پیشتر گفتم به بدون اجازه آمده بودن و به اجازه کسی هم نیاز نداشتن، دوباره خارج شدن. هغه د وروستۍ ورځو په تړاو ویلي چې دوی خالی سلاو او حکومت د جګړې پر مهال هیڅ لاسنیوی ونه کړ. نور ویلي دفاع وزیر ورته په وروستیو کې وویل چې لویه توطیه ده او دوستم ورته وویل چې باید ووځي. حاضر نبودند اما مهمیت بتن. به خدا قسم دو ما جنگیدیم، تقریبا ده روز جنگ بسیار خونین هم بود. یک مرمی راکت با ما حاضر نشدن بتن، با وجودی که سنگینی جنگ هم به دوش مردم بود، به دوش ما بودن. نوموړي تیر شل کلن حکومت چې اول لسیزه پکې د بلخ والي او لاسپوڅې یاد کړی چې د مجاهدینو او قومي څیرو پر وړاندې پکې توطیه جوړې دي. عدالت اجتماعي تامین نشد، وحدت ملي به شکل واقعیش تمثیل نشد، دموکراسي که اینا میگفتن به شکل درستش تمثیل نشد، نفاق افتراق قومی هنوز چاقتر شد، برادری و برابری تامین نشد، رعایت نشد. اجماع ملی که یکی از نیاز مبرم مردم ما بود، این اجماع به هیچ شکل در هیچ شرایط عملی نشد. د نور ډیری نیواکې د حکومت په وروستۍ ورځو ورټولې دي چې د ولسمشر حمدالله محب او فضل محمود فضلي پرته پکې حتی لومړي او دویم مرستیال واک نه درلود. عطا محمد نور ویلي چې شته مقاومت دوام لري او حتماً به په یو شکل راوګرځي. نور پر طالبانو غږ کړی چې ټول شموله حکومت ته د لاره هواره کړي او که دوی سره مشورې ونه شي هیڅوک یې استازولي نشي کولی.